در ایران بیوگرافی امروز به معرفی محبوب ترین بازیگران قبل از انقلاب میپردازیم. البته در دو قسمت که قسمت دوم رو هم میتونین در کانالمون مشاهده کنین. و اما بریم سراغ پنج نفر اول. شماره یک، محمد علی فردین. محمد علی فردین از بهترین بازیگران قدیمی ایرانیه که مردم برای دیدن کارهاش در سینما در صف‌های طولانی می‌ایستادن. او از بازیگران مرد قبل انقلابه که از چهره و صدای خوبی برخوردار بود. استعداد شگفت‌انگیز او در بازیگری همه مخاطبینش رو محو تماشای خودش می‌کرد. این بازیگر از برترین بازیگران زمان شاه در ابتدا کشتیگیری ماهر بود و مدال نقره جهان داشت. او به طور کاملا اتفاقی وارد عرصه سینما و تلویزیون شد. بازی درخشان او به همراه صدای بی‌نظیر چنگیز جلیلوند و حسین خواجه امیری باعث درخشش هرچی بیشتر او شد. جلیلوند و خواجه امیری یا همان ایرج دوبلور نقشایی بودند که فردین بازی می‌کرد. محمد علی فردین با فیلم سلطان قلب‌ها به شهرت فراوانی دست پیدا کرد. فردین رو باید از بهترین بازیگران قبل انقلاب دونست که به موفقیت چشمگیری دست پیدا کرد و برای همیشه در ذهن و قلب‌های مخاطبینش ماندگار شد. فردین از بازیگران مرد قبل انقلاب در تاریخ 15 بهمن 1309 در تهران متولد شده. او ابتدا در زمینه کشتی و ورزش فعالیت داشت. اسماعیل کوشان از فردین برای بازی در فیلم چشمه آب حیات دعوت کرد. این گونه بود که او به دنیای سینما و تلویزیون معرفی شد. فردین در سن بسیار کم ازدواج کرد. او 19 ساله بود که با مهری خمارلو پیوند زناشویی بست. مهری خمارلو میگه فردین از دوستان نزدیک برادرم بود که با هم تمرین ورزش میکردن. او از طریق برادرم از من خواستگاری کرد. به نظر من که بسیار محجوب و سربزیر میامد، به همین دلیل با وجود سن بسیار کم، من در 17 سالگی و فردین در 19 سالگی با هم ازدواج کردیم. حاصل ازدواج این دو 4 فرزند با نامهای سعید، سیاوش، عاطفه و آمنه است. فردین تا آخر عمر به همسرش وفادار بود و علاقه آن دو به هم برای همه اونهایی که اون دو رو میشناختن مثال زدنی بود. سرانجام محمد علی فردین در 18 فروردین 79 به دلیل ایست قلبی در منزل شخصی خودش چشم از دنیا فرو بست. مراسم خاکسپاری او بسیار شلوغ بود. مردم از همه جای ایران خودشون رو به این مراسم رسونده بودند. فردین نزد همه مردم محبوب بود. این علاقه باعث شد تا مراسم خاکسپاری او در بین بهترین بازیگران قدیمی ایران به یاد موندنی بشه. برزخی ها، جوان مرد، سلام بر عشق، شکست ناپذیر، بابا شمل، سلطان قلب ها، حاتم طایی و گنج قارون نمونه های از فیلم های موفق این بازیگر توانمند هستند. شماره 2، ایرج قادری. ایرج قادری از بهترین بازیگران قدیمی ایران بیشتر با نقش‌های بزن بهادر و لات جوانمرد شناخته شده. او در سال 1313 به دنیا آمده. او به خوبی از پس این گونه نقش‌ها برمی اومد. قادری پس از انقلاب فقط تونست 3 فیلم بسازه. او به مدت 10 کار سینما و تلویزیون رو انجام نمیداد. ایرج قادری با کارگردانی فیلم میخواهم زنده بمانم کار خودش رو شروع کرد. کارگردانی و بازی بازیگران این فیلم قابل ستایش بود، اما ایرج قادری حق شرکت در جشنواره را نداشت. در سال 74 این فیلم جزء پرفروشترین فیلم‌های سینما قرار گرفت. ایرج قادری از برترین بازیگران زمان شاه در رشته داروسازی تحصیل می‌کرد که اون رو نیمه کاره رها کرد. او 2 ازدواج کرده. ازدواج اول او با تهمینه اطمینان مقدم بود. حاصل اون ازدواج فرزندی به نام تورجه که متاسفانه در جوانی بر اثر تصادف فوت شد. ازدواج دوم او با فاطمه محمودی صورت گرفت. حاصل این ازدواج پسری به نام ژوبین بود. سرانجام ایرج قادری در 17 اردیبهشت 91 به دلیل سرطان مثانه درگذشت. از جمله آثار او میشه به چشمون سیاه، پنجه در خاک، برزخی ها، برادرکشی، رفیق و آکواریوم اشاره کرد. مهمترین نقش‌آفرینی‌های او در فیلم‌های تاراج، توتیا و سام و نرگس بوده. دسته‌بندی‌های متنوعی در ایران بیوگرافی وجود داره که ما ویدیوهای متنوعی در اونها قرار میدیم. بازیگران، هنرمندان، دانشمندان، درگذشتگان و غیره. از اونها دیدن کنین و البته که کانال ایران بیوگرافی رو هم سابسکرایب کنین. شماره 3، ناصر ملک مطیعی. یکی از بهترین هنرمندان قدیمی قبل از انقلاب و فیلم‌های فارسی که در سال 1309 به دنیا آمده. او در 100 فیلم به ایفای نقش پرداخت و برای 9 فیلم در مقام کارگردان حاضر شده. امروزه خیلی از بازیگران و جوانان او را الگوی خودشون قرار میدن.
ملک مطیعی حدود 30 سال منتظر موند تا بتونه دوباره نقشی در سینما بازی کنه، تا اینکه او در فیلم سینمایی نقش نگار به کارگردانی علی عطشانی جلوی دوربین قرار گرفت. اما این فیلم به موفقیت چندانی دست پیدا نکرد. ناصر ملک مطیعی از برترین بازیگران زمان شاه که از کشور خارج نشد. او همیشه در ایران ماند و منتظر فرصتی برای بازگشت به سینما و تلویزیون بود. این بازیگر قدیمی قبل از حضور در سینما معلم ورزش در دبستان بود. او دیپلم رشته تربیت بدنی داشت. از زندگی شخصی او اطلاعات زیادی در دست نیست. سرانجام او در تاریخ 4 خرداد 97 در حالی که 88 ساله بود به دلیل بیماری کلیوی چشم از جهان فرو بست. مراسم خاکسپاری او با حضور طرفداران زیادی برگزار شد. سکه شانس، لوتی، بابا شمل، سرگروهبان، اخم نکن سرکار، شادی های زندگی و سلطان صاحب قران از جمله فیلم های ناصر ملک مطیعی بوده. شماره 4، سوسن تسلیمی. سوسن تسلیمی از بهترین بازیگران زن قبل از انقلابه که درخشش او در سینما و تلویزیون همگان را شگفت زده کرده. یکی از برترین بازیگران زن ایرانی، متولد 18 بهمن 28 در شهر رشت. او در رشته تئاتر تحصیل کرده و همسر داریوش فرهنگ بود. حاصل این ازدواج فرزندی به نام توکا فرهنگه. اونها پس از چند سال زندگی مشترک از هم جدا شدند. بدون شک سوسن تسلیمی یکی از بهترین هنرمندان قدیمی قبل از انقلاب بود که استعدادش در بازیگری به خوبی دیده می شد. او ناگهان در سال 66 تصمیم به ترک ایران گرفت. بازی درخشان او باعث شده بود تا بهرام بیضایی در مهمترین آثارش از او برای بازیگری دعوت کنه. از دیگر آثار او میشه به مادیان، تلسم و تئاترهای زیادی از جمله زنده به گور، باغ آلبالو و چشماندازی از پل اشاره کرد. تسلیمی اکنون در سوئد زندگی میکنه. او به کارگردانی و بازیگری تئاتر مشغوله. او جزء لیست زیباترین بازیگران زن زمان شاه هم قرار گرفته بود. ایران بیوگرافی بزرگترین منبع بیوگرافی ایرانه. برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنین و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو هم برای ما کامنت کنید. شماره 5، حمیده خیرآبادی. نادره خیرآبادی از بازیگران زن ایرانی قدیمیه که در ایران موند و خوشبختانه تونست به فعالیت خودش ادامه بده. او پیش از انقلاب در فیلم‌ها و سریال‌های زیادی به ایفای نقش پرداخته بود. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که او می‌تونه باز هم به فعالیت خودش ادامه بده. برخی حتی می‌گفتن او از بازیگران زن قبل از انقلابه که قرار اعدام بشه. اما بازگشت این هنرمند محبوب خط بطلانی بر این شایعه‌ها بود. حمیده خیرآبادی که معروف به نادره بود 30 آذر 1303 در رشت متولد شده. به او لقب مادر سینمای ایران دادن. خیرآبادی تحصیلات خودش رو در زمینه تئاتر به اتمام رسوند و فعالیت هنری خودش رو با تئاتر آغاز کرد. این بازیگر که نامش جزو بهترین هنرمندان قدیمی قبل از انقلاب قرار گرفته، مادر ثریا قاسمیه. سرانجام او در 31 فروردین 89 به دلیل سن بالا درگذشت. آپارتمان، پدرسالار، خانه سبز، همسران و قطار ابدی از نمونه سریال‌های به یاد ماندنی این بانوی هنرمند به حساب میاد. از فیلم‌های خاطره انگیز او میشه به بانو، ریحانه، تحفه هند، ممل آمریکایی، قصه شب، کافر، حسن کچل و دزد و پاسبان اشاره کرد. ممنون از اینکه تا پایان این قسمت از ایران بیوگرافی هم همراه ما بودین. برای دیدن قسمت دوم از این لیست محبوب به همراه سایر ویدیوهای ما به کانال ما مراجعه کنید.